همش تقصیر توه. من نمیخواستم بیام. از چی داری شکایت میکنی؟ همه کاری که من دارم انجام میدم. قولشو تو میزنی؟ گوش نمه. کارت اون شکمت بخوره. انقدر میخوری پس دنبت تو. هده. همه پیشه. رایشت فرقیش فاشدیدی چی کنه؟ آره آره داشتن در مورد بلوکا حرف زدن. که چی؟ اون بلوکا رو واسه سنگراشون میخوان. خب معلومه، فکر کردی میخوان واسه من تو خونه بسازن. بابا چرا متوجه نیستی؟ از پشت همین سنگرا بچهای ما رو میزنن دیگه. مثلا که اینجوری باشه ما داریم اشتباه میکنیم، این بلوکا رو درست میکنیم. من دیگه کار نمیکنم. صبر کن تا هر چی میشه سریع خزیر کار در بیاریم. بعد وایسیم ببینیم بقیه چی میگن. میمونیم. شبا اینجا چکا میکنه؟ برو سر کنه. خوب شبا اینجا بلوپرا دیگه اونسه سنگره هر داره. بابا همزه میگه بابا اون شرط پرد زیاد دیگه. برو سر کنه داره میبینن گیر میدن. برو نزید تو داره درست میزید. خبرش ممسته ممسته اکی شنیده بابا ببر خوش شد. ببر سر کارت. یالا من از اولم با این کار موافق نبودم. حالا تا ما میام یه حرفی میزنیم به تیریج قبای بعضی برادر رو برمیخوره. کار کردن برای دشمن حرومه. این خیلی حرف عجیبیه. ده با این بلوکایی که میرین درست میکنین اگه سنگر بسازن که دیگه بدتر. ده میرن تو این سنگر قایم میشن هموطن خودتونشونه میرن. این که دیگه مسئله دین و ایمون نیست، مسئله وجدانه. نکنه بعضی برادرها اونم ندارن. از فردا این آسایشگاه کسی واسه بلوک زنی نداره. شیفم شد؟ نهی ما چی کاره این؟ این حاجیه کلن اینجاست که ما رو بندازه تو حجه. حق با حاجیه. فردا کسی واسه کار کردن نداریم. کسی حرفی داره؟ حرف حاجی حرف حسابه. نبینم فردا کسی واسه کار کردن دستشو بره بالا. مفهوم؟ احمد 10 نفرات مال اليوم كين امروز داوطلب نداریم. شلون یعنی کسی کار نمیکنه؟ کیف نه لو باختياركم. سربان جمال خودش گفت داوطلبان است. نقيب جمال قال. آره اسمعني زين احسب حد العشرة اذا کسی اومد جلو خوش، اذا کسی نه اومد جلو بدر همه تون در میارم. مفهوم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، قندرة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. ها شوف يك نفر داف طلب دا مشي اقعد. كل من يريد مسخر اسحق فتشة. مفهوم احمد؟ هذا اخر فرصة. مفهوم؟ نعم.
بچه خودتون آماده کنیم برای یه مشتمال درست و حسابی. آقای آرحمد الان وقت اون قرتی بازی هایی که در میاری ها، اون برنامه جام جهانیت بوده اجرا میکردی چی بودش؟ از مقدماتی تا فینال میخوام بری پرشورا. ماشاءالله پاشو ببینم. پاشو. چشم پاشو خواه. از سایه ورزشگاه 1000 نفری مورچه خورد و برات هماهنگ میکنم. خب بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، از ورزشگاه 1000 نفری مورچه خورد در خدمت شما هستم. بازی فوتبال امروز بین تیم‌های غیور مردان ایرانی. این بسیاری از خدا بیخبره. کاپیتان تیم جواد با شماره 10 فوروارد. خیرالله با شماره 3 بک راست. یونس با شماره 5 دفاع چپ. آیزنسور سرپرست مربی تیم. بیا ایران. آها اینه که میزنی الان وقتش ها. اشکال نداره بزن ماشاءالله. ایران تو ورزشگاه جایی سیزن انداختن نیست. بازی با سوش دامر خیلالا تو با ور میداره، با توپ فرار میکنه. همین هی هایی قصیل از میرون داد میزنه. بابا خیلالا تو با وردار بیار. خیلالا پاس میده به یونس، یونس پاس میده به جواد، جواد یاسین رو دیریب میزنه، جمال عبدالرشید هم دیریب میزنه و حالا میره سمت دروازه و گل و گل 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 ایران گل لیران گل لیران. ای صحیح صحیح حبیب انت اسمعني يلا يلا 10 دهت 10 يلا تشبيكم سكتوا ها 10 نفر 10 يلا على السريع خلي يجون هنا على مود الشغل كار يلا 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 شنو ما سمعوني زين سيدي ابو جبره حسب الظاهر ذا كوله مال ذيك القاعة ما يجون ما يجون لا ما يجون آه. زين 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 يعني هذولي كلهم متمرد ها كلهم هذول ذا كوله بلوكاي كي قراره براي شما سنگر بشه ما نميسازيم تفضل اینجا کسی واسه شما کار نمیکنه اگر هم کسی بخواد براتون کار کنه دستشو قلم میکنه اسمع كلش زين كلش زين كار المكار ليش؟ ما يردون يشتغلون يعني هذولي ما يشتغلون؟ ما يشتغلون ما يشتغلون مو مشكلة؟ مو مشكلة؟ أبد مو مشكلة بس بس راح يجي لكم عماد يوسف من ناولية جاي ويا عماد يوسف عماد يوسف واويلة واويلة عليكم ادخل جمال اجوا للطريق لا سيدي ما اجوا للطريق شنو الدليل يقولون بان البلوك احنا نريد الخطوط الاماميه هذا كذب ياو قايل لهم ما ادري بس اقول لك سيدي اذا احنا ما نريد الخطوط الاماميه شائل من نريده شوف الجيش يريد للضباط سوي مكان للسكونة وأنا ردت منهم هون يشتغلون بس ما أفتكر يشتغلون تدري ليش؟ هذول يراد لهم شوية عنف القائد ما يقبل جبروهم يلا على السريع افتح الباب يلا لك افتح يلا يلا يلا
دلم گرفته ای رفیق، لبریز بغزم این روزا، هیچکی نمیفهمه منو، خستم از این حال و هوا. دلم گرفته ای رفیق، جا موندم انگار از همه، از حال این روزام برات هرچی بگم بازم کمه. کاشکی منم شبیه تو، کم می شدم از روزگار، واسه دوباره دیدنت بگو مونده چند تا بهار. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. میامدر جون بخور. با دکتر حرف زدی؟ آره عزیزم، گفت یه چند روز دیگه هم بمونه، انشالله خوب خوب میشه. من که چیزیم نیست مامان، اینجا صبح تا شب تنهایی حوصله‌ام سر میره. میدونم عزیز دلم، قربونت برم، یه چند روز دیگه هم صبر کن. عقب آینه اونجا هست. خودشه که قاصد رضا. قاصد رضا که قاصد رضا الفت که تعریفشون میکردم، یه چند ماهی توی اردوگاه با هم بودیم. میشناسیش؟ مرد شریفیه. کدومه کیه؟ کدومشونه؟ سن و سال دارتره. روح یه من قاعد این پاسخ امش بیا میام با تو، فقط این اول باز داریم بهداری. منو هاش خیلی زخمی شده. لا 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 بهداری دکتر. لا 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 عیاده، لا طبيب عنده. لا امشي امشي جواد جوون نفهمی. ها بس امشي امشي. يلا يلا قوم يلا امشي. امشي راشد، هذا اخليه مقعد. يلا امشي يلا بالسريع بالسريع. يلا اكتر اقعد على مكانك. اقعد اخلص اقعد. حیوان، حیوان جایی باید برو کلاله نو ببری بهش بیداری. یلا 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 بسریع اخلی یلا امشی حیوان. یلا اخلو امش یلا امش یلا امشی 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 یلا امشی امشی حیوان امشی یلا اخلو یلا.
دخترتون شوکه روحی شده، یه بخشی از حافظش هم از دست داده، باید تحت مراقبت باشه. میدونم آقای دکتر، ولی باور کنید بعد جوری بیتابی میکنه. من صلاح نمیدونم، ولی اگر خیلی اصرار میکنین میتونم با مسئولیت خودتون فردا مرخصش کنم. خیلی لطف میکنید آقای دکتر، ممنونم. اومدن احمد، یه جا برشون درست الان ردیفش مونه. بچه ها مهمون های جدید اومدن، بریم به استقبالش. سلام علیکم آوازه. سلام درست، احوال شما؟ سلام امون. سلام امگی. شدی. از کامیون داشتیم پیاده می شدیم، نامردا هلم دادن خوردم زمین. معلومه پس بود خیلی مشکل داشتن. آره شده بودم مایه دماغشون. یه اینجا خیلی سخت می گیرن، ما رو فرستن تا آدم بشیم. یه نفر بینه دون بود، عینکی بود، محسن تر از همه دونم به نظر می اومد. الفت، ست رضا الفت. به نظر نمیاد آدمی درد سرسازی باشه. رانیه، خیلی طرفدارشم، خیلی ها بهش احترام میذارم، حتی این عراقی ها. میگم میفرستم اردوگاهی که شلوغ پلوغه تا آروم کنه بچه ها رو. ولی ما که بهش اصلا اعتقاد نداریم. ما؟ من و مهران. مهران میگه حتی اگه تو اسارتم هستی باید دشمن از پا در بیاری. شما فعلا مراقبی پاد باش، چون اگه عفونت کنه مجبور میشی زانو قطعش کن. دکتر بچه میترسونی؟ که چیزی نیست، من جونم رو گذاشتم کف دستم، آمدم جبه ببارش. شوخی کردم، مراقبش باش. بچه هم غیرت نشون دادن و زیر بار نرفتن، بخاطر اینه که اینجا حبسمون کردن. این کارگاه بلوکسازیه کجاست؟ همین پشت اردوگاه آقا سید. یعنی اگه بچه ها برن سر کار از این مخمصه خلاص میشن دیگه؟ اونا که منتظرن ما لب تر کنیم، ولی الحمدلله بچه ها مثل کوه وایسادن. بله ببینید، من نمیخوام هنوز نیومده بنای مخالفت رو بذارم، ولی فکر میکنم 4 بلوک بیشتر کمتر هیچ نقشی تو عاقبت این جنگ نداره. نکنه میخوان شما واسه بلوک زنی داوطلب شین؟ آقا اگر کسی هست بسم الله. آقا سید، اینطور که معلومه اینجا کسی غیرتش قبول نمی کنه واسه دشمن بیگاری کنه. ببخشید آقا، ولی بهتر شما هم این کارو نکنید. بفرمایید. برادر کسی نیست؟ ما هستم. ماشاءالله. منم هستم. قلم سر چشم. ما هم هستم. شتر جوان رید روح لشغل بزولو افتح.
عزیز جون کجا داری سهر میکنی؟ یه جای خوب بودم غیر از اینجا. اینجا یا هر جای دیگه همه جز مشیت الهیه. خوب و بعدش هم تک جاین نهنه کار میکنی لو حرف میزنی. اینی نمیشه هم کار کرد هم حرف زد؟ لا قربان قربان. سیدی تفضل ما کار میکنیم. چه یلا یلا اشتغلو یلا یلا. اون دین توفیق اجرایی رو اما دریغ نکن دیگه. باشگاه به این مجهزی و اصول مجانی بزن این تنبلی در بیه. هاشری من براتون 10 تا میزنم در ازای 10 تا میزنم دیگه من میزنم ای یا به کل خدا چش بی ارزه امشی امشی سر به سرشون نذار خود جناب سرگرد جناب سرگرد چی عزیز من شما اشتباه گرفتی منم سید رضا الفتا عملیات شما اشتباه گرفتی خدمت رو از خانم این راننده کامیونه هم که از بد حادثه گرفتار این عوضی افتادم. بله خسته هم نباشی. خدمت باشی علی آقا. آقا شما سالمی؟ بله خورم میتره آقا مرتضان هواشوی آسایشگاه دو میشناسینش؟ نه با یکی دیگه اشتباه گرفتم بریم سر کنم الان یه غر میزنم. دمت گرم جوون خوب حالشو گرفتی. در مورد کی داری حرف میزنی؟ الفتو میگم از یه روحانی بعیده تو زرد در بیاد. من احدم و هم میگن احد بنا. دلنگرون نباش من تو توی جبه این که کدوم طرفی میشه؟ طرف حق حاج رسول هم باباست تا اینجاش هم بیکار نبودیم. ولی از این بعد کارتون سخت‌تر میشه. چطور؟ تو الفت رو نمیشناسی. من کمتر کسی رو دیدم رو حرفش حرف بزنه. ما به اون چی کار داریم؟ یه وظیفه گردن ماست که باید انجامش بده. مثلا چه وظیفه ای؟ چند نفر هستن که واسه عراقی ها جاسوسی میکنن. یکی باید جلوشون وایسه. اصل کاری هم اسمش بهروزه. آقا سلمان هم به چای خوشفکر آسایشگاه. ماشاءالله آقا لطف داری. ما که نفهمیدیم که ولی از هر انگوشتش ده تا هنر میریزه. خدا خیرش بده. دیگه اغراق نکنین. ما اغراق میکنم؟ یاد نمیاد دست خالی صدای رفیقمونو داره بردی؟ ها؟ این چیه موضوعش؟ ما تو آسایشگاه یه رادیو داریم خراب شده بود آقا سلمان دست خالی درستش کرد. دست شما درد نکنه اینکه خیلی خوبه که یعنی میگم اصلا خود این رادیو از اون داستانش خیلی جالبه. حالا سر فرصت عرض میکنم چه شکلی پیداش کردیم. شما اینجا خیلی کارهای دیگه داریم میکنیم. کلاس زبان هم میخوام تشکیل بدیم زبان انگلیسی. آقا سلمان تدریس میکنه. آقا ما یکی همین الان ماینه میسید رضا الفت هیچی بلد نیستیم در خدمت شما. خدمت از ما ساجبا. حالا با وجود شما ایشالله همه چی بهتر هم میشه. آقا من خدمت خواجه اصغرانی هم عرض کردم اینجا این وسیله مسیله ها فقط برای کار که نیستش که بهانه است. ما هم خودمون این تنه رو به کار بندازیم دیگه. میخوام ببینم شما از این بلوک بلوک ها میتونید یه چیزایی درست بکنیم. مثلا این هالتر هستش. هالتر دمبل وسیله ارزشی بچه ها این رخوت در بیان بدم نی چشم دیگه الان ببینم چی کارش میکنم. ببینم یلا 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 Come on.
داستان این قهوه خونه چیه؟ والا چی بگم، جایزه خوش خدمتی بعضی هم که فکر نمی‌کنن یه روزی هم جنگ تموم میشه باید با سربلندی برگردن خونه. اسمش بهروز، یه چند تا هم نوچه دور خودش هم کرد. چایی‌هاش چطوره؟ بعد این کار سخت یه چایی داغ میچسبه. جدی که نمیگی؟ بریم پول چایی با من. ما اصلا ما اینا کاری نداریم. ما یعنی کی؟ خدا در توبه رو روی گناهکارترین بنده‌ش هم باز گذاشته. ما کی باشیم که این فرصت ازش بگیریم؟ یه چند باری ما باش حرف زدم ولی داری قضیه تغییر کوچک. تو کار خیر هیچ وقت نامید نشون. حالا میای یا میخوای بایست این چه آیه هست بخونین؟ هرچی شما بگه. حالا مونده از شما یاد بگیرم آقا. بله. یا الله بفرمایید. آقا سلام علیکم. یا الله نمیخواین دوتا چایی موبدی خستگیمون دره؟ بله. دست شما درد. مظفر. حالا آقا بپر دوتا چایی بریز. چشم. دست درد نکنه. خواهش میکنم. دست شما درد نکنه عزیز جان. قربان شما هستید. سر قدریم دست شما درد نکنم. خجالتمو میدید آقا. ممنون. بفرم. یه چایی که قابلتون رو نداره. بفرمین. ظاهرن شما خرج و مخارجتون زیاده. پول این چایی رو اگر نگیرین هر چی زودتر باز در اینجا رو ببندین. ما هم که تازه مزه چایی های شما اومده زیر زبونمون عزیز. چاییتون هم که نخوردین. حواسش با شما که آشنا شدیم. مرمت زیاد. بالاخره نفهمیدم تهدید بود یا تعریف. از بس که خنگی. قبول باشه آقا سید. قابل بدونی شما بیام پیش ما. قبول حق. از قرار آقا گرفتن. بفرم شما. آقا سید بفرما. بفرم قربان بفرم. آقا سید بفرما. نوشه جان. آقا سید اگه برای شما تشریف بیارید اینجا میخواستم در مورد این ماجرایی دو دقیقه با شما اختلاط کنم. چشم. چشم. برادران از محبت همگی ممنون. برای اینکه جواب این لطف شما رو داده باشم میخواستم پیشنهاد بدم از این به بعد همه کنار هم سر یه سفره بشینیم غذا بخوریم. اینجوری هم بیشتر کنار هم دیگه هستیم. همین که آقا میچسبه دیگه. بسم الله. ای قربونه تو دونه. بفرم. آج آقا تشریف بیاریم اینجا مستفید شیم. بفرم. آقا یه زیاده بیدیم. آقا
بفهم. حاجی سراتن، من شما رو توی قهوخونه بهروز دیدم. چرا تشمه بودیم توی یه چایی در خدمتون باشیم؟ خب من فکر کردم که اسقر آقا در مورد بهروز به شما گفته. ایشون که فرمودن. بعد با این تفاصیل شما همچنان رفت. این آقا بهروز ما هر چقدر خودش نچسبه، در عوض این چاییش دلچسبه. شما یه بار میل بکنی مشتری میشین. آقا ببخشید، منباب مزاح بود. تشمه. من میدونم که این آقا بهروز چی کار کرده و چی کار میخواد بکنه. برحال عمل کرده قبلی شما هم که افاقه نکرد. بنده گفتم این دفعه از سر مسامحه و مقابله در بیان، بلکه افاقه کنه. یه مقدار ملاتفت، نرمی، با من چاشنی بد نیست دیگه. این غذا هم با چاشنی خوشمزه تر میشه. روشن عرض کردم؟ بله، چه عرض کنم والله دیگه. انشالله که افاقه کنه. ولی مسئله بعدی بحث این بلوکایی که برای بحثی ها میزنین. بله. مثل که هنوز باور نکردید اینا میخوام باش سنگر بسازن. آقا اینو کی گفته؟ گفتن نداره، واسه من و شما ویلا نمیسازن که. یعنی شما میفرمایید ما اگر این بلوکا رو نسازیم عراقی ها دومی سنگر میمونن و جنگ هم تمام میشه؟ نه خیلی، ولی حداقل شریک جرمشون نمیشیم. به نظر من این کار گناه، انجام کار گناه هم شما بهتر از من میدید، حرومه. آجا گناه اینی که شما به خودتون صدمه بزنید. بنده به شخصه میگم هر چیزی که موجب صدمه زدن و تلف شدن این بندگان خدا بشه گناهه. اون وقته که شما شریک جرم میشید. ما حرفمون رو زدیم. القصه بیشتر از این ادامه بدیم احتمالا وارد جدل میشیم. آدش داشته باشیم. بینی آزقا، من وظیفه رو یک جور میبینم، شما هم یک جور. نتیجه رایی که بنده میگم وحدت و همبستگیه، نتیجه رای شما با عرض شرمندگی تفرق و دو دستگی. همونجوری که اونا نمیتونن مانع کار شما بشن، شما هم نمیتونین مانع کار کردن بندگان خدا بشین. از فردم آسایشگاه 10 تا داوطلب کار داره، اولیش هم خود بنده. بعدم میخواستم پیشنهاد بدم آقایون از این به بعد ما خودمون آشپزی بکنیم. آقا حیف این نعمت خداست که همینجوری حرومش میکنن. آقا سید فکر نمیکنم قبول کنم. حالا آقا سنگ مفت کنجیش بود، ما میدیم انشالله که بشه. فضل شکر. تفضلي. سيادة العقيد أمرنا بعناية خاصة على طلباتكم. He says that the colonel himself told him to pay special attention to you. أنا بخدمتكم. And he is at your service. Do you know what these are? أتعرف شنو هذا؟ لا شنو؟ Letters that a couple of pilots have written. هذه الرسالة كتبتها عدد الطيارين. طيب يمكن أعملكم أي خدمة؟ He asked whether he could help you or not. The one who had given me those letters claims that they are kept here. Of course, his only evidence is these letters. الشخص اللي أنطاني الرسالة يعتقد هم يحفظونها هنا. فالداعي لهذا يكون هذا الرسالة. لحظة. يعني حضرتك تعنين اللي عدد من الطيارين مزونين هنا عندنا بعيد عن عيون صليب الأحمر؟ عن جد هذا الكلام هواية مضحك. يمكن كل شخص يكتب هاي الرسائل. He says that they didn't hide anything from you and this is the most ridiculous thing he has ever heard. عفوا ما كنت عندك ضيوف. مو مشكلة. هي السيدة شيلتون مندوبة الصليب الأحمر الدولي. أهلا وسهلا. يمكن أساعدكم؟ He wants to help you. طلال، هي تفكر إن هنا مسجونين عدد من الطيارين. بدون تسجيل أساميهم من قبل الصليب الأحمر الدولي.
اكيد هذول الطيارين عندهم اسماء ها. He wants to know the names of the pilots. Unfortunately, I don't know any names but one. That's Reza Afshar. ما اعرف اسمائهم الا واحد منهم اسمه رضا افشار. طيب انت ليش ما تسمح لهم يفتشون كل مكان؟ لان احنا ما عندنا شيء نخفيه. تفضلوا انا رافقكم خدمتكم. He wants to show you the place. Yes, please. تفضل. رافق. نعم. سيدة تقول يحفظون هذول الطيارين في الطابق الثاني من هذا البناية. صار زمن طويل اللي ما نستفيد من هذا الطابق وراح نخلو البناية غريبا. He says it's a long time they haven't used the second floor. This building is going to be evacuated soon. تفضلوا شوفوا. لبریز عشقم دلتنگ حرفات دریای چشمات عطر نفسات یک لحظه خنده جاری رو لبا یه جا تو قلبت واسم نگهدار زنده میمونم به شوق دیدار برام دعا کن خدا نگهدار خدا نگهدار تا روز دیدار چه سخته هوای چشات ابری اما دلت گر بگیره به سوزه چه تلخه که به آسمونه یه جا غیر خونه آدم چشم دوزه وقتی چشماتو رو هم میذاری بدون وقتی چشمامو رو هم میذارم تو رویا نگات میکنم دل خوش و زنده با این خیالم وقتی چشماتو رو هم میذاری بدون وقتی چشمامو رو هم میذارم تو رویا نگات میکنم دل خوش و زنده با این خیالم تو چه پنهون حالم خرابه که پرپر میشن دونه دونه گلای باغ خونه که خاک غریب خونه زنده بمونه اینجا نفس نیست هوا تو کم دارم دوری شکنجه است ولی طاقت میارم لبریز عشقم دلتنگ حرفم